سلام به همه عزیزان، امیدوارم که خوب، سلامت، پر انرژی و موفق باشید. امروز میخوام یک ویدیوی دیگه، یعنی در واقع ویدیو دوم قسمت فیسبوک اسنشالز زیر تب Setting Up Content Moderation. ویدیو اول رو گرفتیم، در مورد صحبت کردیم Setting Up Content Moderation. حالا میخوایم اینجا Setting Up Moderation Assistant رو بهتون نشون بدم که چجوری انجام میشه و برای چه کارهایی به درد میخوره. باز دوباره میرید تو صفحه اصلی بیزنس پیجتون، حتما مطمئن باشید که اکاونتتون داره عکس بیزنس پیجتون رو نشون میده، نه شخصی. اینجوری متوجه میشید و صفحه های جدید ممکنه متفاوت باشه. الان ویدیویی که من دارم میگیرم آگست 2023 هستیم. اگه این ویدیو رو بعدا نگاه کنید ممکنه متفاوت باشه. فقط تنها چیزی که میتونم توصیه کنم به همه عزیزان، هر سالی که بیزنستون رو شروع می کنید، اگر جای گیر کردید، حتما دیگه منتظر این که حتما از منتور یا کوچتون بپرسید همیشه نمونید، ممکنه پیداشون نکنید و دوست داشته باشین که خودتون فعالیتتون رو سریعتر شروع کنید و راه بندازین. بهترین کار گوگل هستش. گوگل در واقع توی همه بیزنس های آنلاین و بیزنس ما هم دوست اصلی ما گوگل هستش. هر وقت چیزی رو پیدا نکردید از روی همین ترینینگ، چیزی رو که نوشته، مثلا نوشته Setting up moderation assistant with the new page experience، یه همچین چیزی رو گوگل بکنید، گوگل بهتون حتی قدم به قدم 1 2 3 به صورت بولت میده، یا اینکه براتون حتی ویدیوهای یوتیوب که گرفته شده رو میذاره، و یا اینکه حتی میتونید یوتیوبش بکنید و 100% جوابتون رو پیدا میکنید. ولی حالا برای آگست 2023 که ما داریم این ویدیو رو میگیریم، توی صفحه اصلی که میرید، صفحه بیزنس پیجتون، میرید روی پروفشنال داشبورد. اونجا که بزنید یه ذره میان پایین نوشته Moderation Assist، این رو روش میزنید و اینجا در واقع شما میتونید انتخاب کنید که چه کسایی شما رو فالو کنن یا چه کسایی در واقع کامنت بذارن براتون یا کامنت نذارن. در واقع مثلا کسایی که اد کردیم، من اینجا مثلا اد کردم کامنت هز لینک، یعنی این که اگه یه نفر اومد یه کامنت گذاشت، لینک صفحه بیزنسی پیج خودش رو مثلا گذاشت، من این رو گذاشتم که همچین آدمی نتونه بیاد برای من کامنت بذاره یا لینکش رو بذاره. مثلا فرض کنید که من این رو گذاشتم، میخوام دیلیتش کنم، اینجا روی این میزنم، ادیت رو میزنم، نه ببخشید ادیت نه، روی این میزنم و دیلیت رو میزنم و دوباره دیلیت رو میزنم، این دیلیت میشه. حالا میخوام اد کنم یه همچین چیزی رو، میرید توی اد، اینجا یه عالمه خودش بهتون آپشنای مختلف میده. اینجا اینی بودی که من داشتم، لینک این کامنت، این رو میزنم و میگم میخوام ادش کنم تو مادریشن اسیستم، یعنی اینکه میخوام کسی که لینک داشته باشه توی صفحه من نیاد. یکی از چیزهای دیگه ای که پیشنهاد میکنه ترینینگ و ما هم میذاریم این هستش که author does not have any friends or followers. مثلا یه نفر میاد فالو میکنه شما رو، خودش پیجش اصلا هیچ فرند و فالووری نداره. این معمولا کسایی هستن که خب ما نمیخوایم فالوورای ما هم باشن. اینم میایید اینجا روی اد، وقتی که حالا من چون ادش کردم تو لیستم نشون نمیدادش، ولی میتونید ادش کنید. مثلا یکی هست نوشته ویدیو این کامنت، مثلا یه نفر ویدیو تو کامنتش میذاره، مثلا من خودم باز اینم نمیخوام باشه، اینم ادش میکنم. پس توی لیست رو نگاه کنید، توی ترینینگ نوشته به غیر از اون دوتایی که بالا گفتیم، گفته comment has a link, author does not have a profile picture. اینم برای خیلی از ماها مهمه، کسی که خودش profile picture نداشته امکانش داره، نه 100%، ولی امکانش هستش که اصلا صفحه واقعی نداشته باشه، اصلا آدمی نباشه که ما بخوام جزو فالوورامون داشته باشیم، بنابراین این هم اد میکنیم. بعضی ها هستن که به فیسبوک و به صفحه اجتماعی آشنا نیستن، براشون جدید، شاید هنوز پروفایل پیکچر نداشته باشن، برای همین بعضی از عزیزان این رو نمیذارن اصلا، میشه مثلا این رو برداشت، ولی خب من ترجیح میدم کسی که وارد میشه حداقل یه فیسبوک ابتدایی با یه پروفایل پیکچر داشته باشه. و comment has certain words، یعنی اینکه یه سری کلماتی رو توش استفاده کرده که ممکنه من دوست نداشته باشم باشه، و این رو هم من اینجا اد میکنم. پس این در واقع شما میتونید اینجوری چیز بکنید، انتخاب بکنید
که چه چیزهایی داشته باشین تو سفرتون، مثلا حتی نیو اکاونت اگه نمیخواین میتونید اون رو هم انتخاب بکنید، یا اینکه مثلا یه کلمه ای رو یه نفر مرتب پی استفاده میکنه، نوشته if any one of these criteria is met the comment will be auto hidden، یعنی که خودشون اون رو ور میدارن. اگه یه نفر بخواد بیاد یه کلمه مثلا کلمه‌ای که جالب نیستش offender هستش رو هی ریپیت بکنه زیر کامنت های زیر صفحه پست های شما، و من این رو هم اد میکنم. پس این شدش قسمت moderation assist. امیدوارم که بهتون کمک کنه. موفق باشید و همیشه پر انرژی. شب و روزتون بخیر.